لایف هستیم. سلام میکنم خدمت عزیزانی که الان دارن لایف ما رو میبینن یا بعدا لایف ما رو میبینن. سلام میکنم به رنا جان و سریا جان، دو تا مهمان عزیز این برنامه که دو تا از بیزینس پارتنرهای موفق من هستن در این بیزینس. خیلی خوشحالم که به لایو ما تشریف آوردین و اومدین و دعوت من رو پذیرفتین. ممنونم. من ماندانا هستم. اول خودم رو معرفی میکنم، بعد دوستان خودشون رو معرفی میکنم. من ماندانا هستم، از کالیفرنیا، مادر یه دختر 12 ساله هستم. به مدت 14 ساله که با خانواده در کالیفرنیا زندگی میکنیم. بک‌گراند من رشته مامایی هست و خیلی از دوستانی که در کادر پزشکی هستن وارد و مهاجرت میکنن، از جمله سریا جون، میدونن که وقتی مهاجرت میکنیم برای کادر پزشکی شما باید معادل سازی مدرک بکنید، خیلی مشکلات هست و من نتونستم رشتم رو ادامه بدم اینجا و رشته فارمسی تکنیشن رو خوندم و مدتی هم هست که این موقعیت اینترنتی رو شروع کردم و خیلی خوشحال هستم که با عزیزانی مثل رنا جون، سریا جون و خیلی از دوستان دیگه آشنا شدم. این بیزینس واقعا یک برکت هست که به زندگی ما اومده و اونم پیدا کردن دوستای خوب هست. من علت این که وارد این بیزینس شدم این بود که میخواستم یک شغلی داشته باشم که خودم رئیس خودم باشم، محدودیت زمانی مکانی نداشته باشم و اینکه بتونم در یک زندگی خوبی رو برای دخترم فراهم کنم، چون که ما در این موقعیت اینترنتی دارای یک آیدی هستیم، یک آیدی نامبر هستیم که میتونیم اون رو انتقال بدیم به فرزندانمون و خیلی خوشحال هستم که در خدمت الان رنا جون هستم. رنا جون، میشه شما خودتون رو معرفی کنید و بگین که این بیزینس چه تغییری در زندگی شما ایجاد کرده و عواملی که باعث موفقیت شما در این بیزینس شده چی هست و علتی که وارد بیزینس هم شدید بگید برای عزیزان. ممنون میشم. چرا کنی. ممنون ماندانا جان عزیز. عرض سلام و ادب به شما سه دو عزیزی که امیال هستین و عزیزایی که ما را امیال بیننده هستن. ممنونشان که میبینن و کسایی که بعدن ما را میبینن. رنا مستعان استم، در کیبک کانادا زندگی میکنم، تقریبا 10 سال میشه و مدت 2 سال میشه که بزنس رویایی را ما همیشه برش میگم بر ما موتور بوده آغاز کردیم و پیشی من معلمی هست. من معلم بودم در افغانستان و همچنان وقتی مهاجر بودیم به پاکستان من معلم بودم و تجربه کارهای بسیار مختلف را در پاکستان داشتم و فیلن که در کانادا هستم. من در کانادا هم خیاط بودم و هم معلم، یعنی دو جای کار میکردم و خوشبختانه که امی بزنس باعث ازی شد که من فول تایم خانه هستم، مادر هستم و یک بزنس آنر هستم که خیلی خوشحال هستم، شاکر هستم از خداوند که موقعیت پیش رویم آمد و دلیل آمدن ما امی بود که سخت میخواستم خانه باشم. خانه بودن ما علت داشت چون من آدمی نیستم که در خانه باشم و یا کار نکنم، آدمی هستم که آرام مرا نمیگیره، باید یک کار داشته باشم و دستاورد داشته باشم. منتها در کشورهایی که ما هستیم من 3 اولاد دارم، 3 فرزند دارم که میخواستم کنارشان باشم، سخت میخواستم کنارشان باشم، یعنی زیادتر توجه بتم بر اولادای خود، چون در کیبک ما تنها هستیم و فامیلا هستن در کانادا. منتها شما میفهمین کانادا بسیار کشور با وسعت بسیار زیاد، یعنی کشور کلان است و فاصله ها زیاد است. بنابراین
وقتی که میخوایی در اینجا توجه زیادتر بر اولاد بیتی نیاز است. ما سخت در جستجوی ازی بودم که چطور میتونم کمی کار خود کمتر کنم و بتونم یه عده اقل یکی دو روز در خانه باشم، کنار اولادای خود باشم، که خوشبختانه همیشه ای را میگم که بلکل طور تصادفی و معجزه‌ای بود که بر ما رخ داد که ما مهمانی بودم که یک ویدیو را دیدم، چون در سوشال میدیا اصلا فعال نبودم، بنان ایمیل نوشته کردم برشان، ایمیل نوشته کردم صدابه جان، گفتم صدابه جان آیا راست است؟ با فارسی نوشته کردم به خاطر ازی که مطمئن تر شوم. یک بار ما شکار اسکم شده بودم، بنان باز هم ما می نمیفهم یک روشنی در دلم بود، گفتم که یک بار بیا پرسان کن. خب وقتی که خود را رجیستر کردم و به این دنیا پیوستم، واقعا برم بسیار عالی بوده، خوشحال هستم که در خدمت شما ها هستم و خوشحال هستم که دوست های مثل شما دارم که قبلا هم گفتم و نام خدا همزبان های بسیار عزیز کنار خود داریم که یک کمیونیتی بسیار کلان و مثبت الحمدلله داریم. ماندن جان خیلی ممنون رنا جان، شما یک خانم موفق هستین تو این بیزینس و واقعا همیشه برای همه تشویق کننده هستین و اینسپایر هستین و برای گروهتون هم همینطور یک لیدر خیلی خوب. سرای جان شما همیشه خودتون رو معرفی کنید و بگین که چه تغییری این بیزینس در زندگی شما ایجاد کرده و عواملی که باعث موفقیتتون شده در این بیزینس چی هست؟ حتما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوتا همکار عزیزم و همینطور خدمت دوستانی که لایو رو میبینن هم از فیسبوک و هم از اینستاگرام. من سریا درخشان هستم، مدت 5 سالم هست که با خانواده توی شهر زیبای شفیلد انگلستان زندگی میکنم. بکگراند تحصیلی من پزشکی هست، ایران پزشکی خوندم و بعد هم 16 سال به عنوان پزشک فعالیت کردم. بعد از اون که مهاجرت کردم، حالا همونجور که ماندانا جون خودتون اشاره کردیم، یه کمی مسئله معادل سازی مدرک مسئله زمانبری هست، غیر ممکن نیست ها، زمانبر هست. و همین که خب بعد از اون هم احساس کردم که کار کردم به عنوان یک پزشک در ادامه اون 16 سال گذشته شاید باعث بشه که من کمتر بتونم در کنار خانواده باشم، از این جهت انتخاب کردم، دلم میخواست که یه شغلی داشته باشم که دیگه محدودیت زمان و مکان به اون صورت نداشته باشه، بتونم از هر جایی انجامش بدم، وقت بیشتری کنار خانواده بگذرونم. و از این جهت بود که خب این بیزینس آنلاین این نیازها و طلبهایی که من داشتم از کارم رو برای من تأمین میکرد. این بود که سراغ این بیزینس آنلاین اومدم. به اضافه این که من همیشه میگم مسئله بازنشستگی که توی این بیزینس وجود داره واقعا یک محرک خیلی خوبی هست برای ما، برای اینکه خب من حالا اگر میخواستم اینجا کار رو شروع بکنم حداقل 30 سال باید کار میکردم تا بعد بازنشست بشم و نمیدونم که اون موقع اصلا من در چه وضعیتی از نظر سلامتی هستم، آیا میتونم از این دوران زیبای بازنشستگی استفاده بکنم یا نه. ولی خب میدونید که توی این بیزینس بعد از 3 تا 5 سال فعالیت به یک بازنشستگی میرسیم، به این معنی که به یک درآمد ثابت $5,000 میرسیم که این غیر از درآمدی هست که به خاطر کارمون خواهیم داشت. و خب البته با افزایش سالهای فعالیت این میزان حقوق بازنشستگی هم بیشتر میشه که خب این مسئله به نظر من مسئله ای هست که خب میتونه جذب کننده باشه برای خیلی از افراد. این بود که من این بیزینس آنلاین رو انتخاب کردم در کنار مزایای خیلی زیادی که داره و رنا جون هم خیلی خوب اشاره کردن به این قضایا. این از این مورد. و دومی موردی که پرسیده بودید که این بیزینس چه تغییراتی واقعا ایجاد کرد،
جدای از مسئله درآمدش که خب برای همه ما یه مسئله خیلی مهمه و واقعا درآمد خوبی داره. من حالا میگم که من بعد از 8 تا 9 ماه فعالیت توی این بیزینس تونستم به درآمدی برسم که قبلا توی شغل فول تایم هم داشتم، اونم من با 2-3 ساعت کار تونستم این درآمد رو داشته باشم که خب حالا خیلی در مقایسه با کار فول تایم قبلی من بیشتر هست. این یه قضیه خیلی مهم. و دومین چیز خب تغییری که توی مایندست من ایجاد کرد، واقعا این بیزینس وقتی که من اومدم و افراد خیلی با روحیه بالایی دیدم، همین الان دوتاشون در کنار من حضور دارن، به خصوص رعنا جان که دیگه زودتر از ما آمده بودن توی این بیزینس و اینقدر هم ماشاءالله صبور و خوش اخلاق و با حوصله هستن که الگو هستن برای خیلی از ماها. به هر حال این تغییر حتما توی مایندست همه ما ایجاد میشه وقتی که میبینیم که توی این محیط چقدر افراد با انرژی مثبت، همه فقط به فکر پیشرفت و کمک به همدیگه هستن. مطمئنا این روحیه توی ما هم تقویت میشه، توی من هم بی تاثیر نبود. و البته افزایش اعتماد به نفس واقعا خیلی عالی بود، همونجور که رعنا جون گفتن و خب ماندانا جون فکر کنم شما هم اتفاق نظر دارید، اینکه ما قبلا خیلی تو سوشال مدیا فعال نبودیم، حداکثر یه فیسبوک دست و پا شکسته که اصلا فعالم نبودیم داشتیم و اصلا فکر این که یک روزی عکس و یا ویدیو از خودمون داشته باشیم توی سوشال مدیا برای من که اصلا محتمل نبود، ولی خب وقتی اومدم توی این محیط قرار گرفتم دیدم که چقدر این همه افراد اینقدر راحت و صادقانه دارن حالا پیشرفت خودشون رو، احساس خودشون رو بیان میکنن و اطلاع رسانی میکنن، برای من هم خیلی این قضیه راحت شد، اعتماد به نفسم خیلی بالا رفت، کار تیمی رو خیلی خوب توی این بیزینس یاد گرفتم، خب برای من خیلی با ارزش بود. به هر حال تیم ورک مسئله بسیار با ارزشی هست و خیلی از مزایای دیگه، خیلی تغییرات دیگه که توی من ایجاد شد و من فکر میکنم که من آدمی که حدوداً 1 سال پیش بودم نیستم. خیلی مسائل رو راحت تر میگیرم، فلکسیبل تر شدم نسبت به تغییراتی که دور و برم اتفاق میفته. قبلا یه تغییر شاید من رو یه کمی دچار استرس میکرد، یه کمی نه درجاتش هم شاید بعضی وقتا زیاد بود، ولی حالا همون میزان استرس برای من کمتر شده، نمیگم کاملا برطرف شده ولی خب خیلی تحملم نسبت به قضايا بهتر شده تا اینجا. بعد نمیدونم دیگه همه سوالات رو جواب دادم. بله همه چیز رو جواب دادین، خیلی هم عالی، به نکات خیلی خوبی هم اشاره کردین سرایا جون. اتفاقا اون طبق اون چیزی که شما گفتین، این بیزینس هیچ کس نه بک‌گراند سوشیال مدیا داشته نه بک‌گراند اینترنتی داشته، هیچ کدوم از ما نداشتیم. این بیزینس هم نیاز به هیچ تجربه شغلی و هیچ تجربه اینترنتی یا سوشیال مدیا نداره. وقتی شما وارد این بیزینس میشید اینقدر کامیونیتی، سپورت کامیونیتی دارین که تنها نیستید، به همه به شما کمک میکنن. یک پکیج کامل ترینینگ دارین که استپ بای استپ، قدم به قدم همه چیز رو به شما یاد میدن که چجوری ادورتایز کنید در سوشیال مدیا. و ما همونطور که شما گفتین سریا جان که خیلی از افرادی که دوست دارن از خونه کار کنن، کنار فرزندانشون باشن، ما کاتگوری های زیادی داریم که میتونن در این موقعیت اینترنتی باشن. اونهایی هستن که زیاد ساعت زیادی خارج از منزل کار میکنن مثل تراک درایورها، یا اونهایی هستن که ناتوانی جسمی دارن از نظر شنوایی، بینایی، یا خدای نکرده سرطان دارن و نمیتونن خارج از منزل کار کنن، میتونن این موقعیت اینترنتی رو به عنوان یک درآمدزایی و یک درآمد جانبی از اون استفاده بکنن. و خیلی از افرادی که در این بیزینس هستن همونطور که شما گفتین بعد از 1 سال تا 1.5 سال کار خودشون رو کویت میکنن به خاطر اینکه به اون درآمد، 2 برابر درآمدی که در کار آفلاین خودشون میگرفتن میتونن درآمدزایی کنن، چون پتانسیل درآمدزایی این بیزینس بالا هست. و این ما با شرکت مادری که کار میکنیم اون میزان کامیشن دهی که
بعد از اینکه شما ادورتایز میکنید و به ما کامیشن میدن، اون کامیشن دهی رو ثبت کردن. این بیزینسی هست که واقعا اون رو مستثنا میکنه از بیزینس های دیگه. خیلی 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 عالی و خوب بود. رانا جان، میشه شما در مورد یه مقدار سرمایه گذاری که لازم هست غیر از اون حالا 149 دلار لازم هست در این بیزینس ما انجام بدیم یه مقدار توضیح بدیم؟ چرا کنی ازار بپر. در قدم اول خود دوستای عزیز ما کمیال بیننده هستن، تشکری میکنیم از تک تکشان و برادر عزیز ما آقای سادات که شما گفتین همی یک متن دور و دراز نوشته کردن، همی لحظه من خواندم، شما که داشتین صحبت میکردین من شنونده بودم و هم میخواندم. گفتن که خب شما میایین میگین که رئیس خود هستیم و یعنی صحبت ها و می جلسات هست و ما نمیفهم چطور شروع کنیم و یعنی معلومات بتین از کجا شروع کنیم. خب برادر عزیزم سادات، شما برای ما نمیفهم گفتن که ما تماس هستم، نمیفهم امرای کدام ما هست. اگر امرای ما هستین و یا امرای دو عزیز دیگه ما که هستین، شما مستقیما در مسنجر برشان پیام بتین، مستقیم شما را وایس مسیج میمانن، راهنماییتون میکنن که چطور قدم بعدی از چی است. حتما ورکشاپ ها را شما دیدین، اگر ورکشاپ دیدین خو عالی، ما قدم بعدی استپ بعدی از او را بر شما میگیم که چی باید بکنین، و اگر ندیدین خوب است که اسم ایمیلتان را روان کنین. هر ایمیل که باشه هیچ فرق نمیکنه بر ما، مهم است که ما بتونیم مول لینک وبینار را برتان روان کنیم و یایی که توسط ایمیلتان امی وبینارهای هفته دوبار که نشر میشه روزای سه شنبه و پنج شنبه میتونین او را ببینین. ضرور نیست کل از او را ببینین، میتونین یکی یا دو تا، مثلا که من دو وبینار دیدم و آغاز کردم، شما هم میتونین که باز قدم بعدی از ای را بگیرین. و ای را باید بگویم که سرمایه گذاری 100% نیاز است. خب وقتی که ما اسم از تجارت و یا بزنس میگیریم، طبعا که بدون سرمایه نمیشه. منتها سرمایه گذاری اینجا خوبی که داره با ای او یعنی وسعتی بزنس که ما با ای درآمدهای عالی که آدم میرسه، یعنی به مقابله از او سرمایه گذاریش بسیار کمتر است. ما شمایی که در خارج از مثلا کشورهای خود زندگی میکنیم، در اینجا بزنس ها فوق‌العاده یعنی با سرمایه بسیار گزاف و بلند شروع میشه. مگر خوبی بزنسی است که پکیج های مختلف است یا بسته های مختلف است که از 3000 دلار تا 13000 دلار پکیج هایی هست که هر کسی که به انتخاب خودشان است، هیچ ما نمیگیم که حتمی باید اینی مثلا در اینی پکیج بیاییم، بخاطر که در ویدیو برش تشریح شده که در هر پکیج که میاید چطور کدام مفاد میگیره. طبعا یک چیز واضح است که ما اگر سرمایه گذاری بیشتر کنیم مفاد بیشتر میگیریم، و اگر کمتر کنیم باز کمتر میگیریم. منتها اینطور نیست که فرق مثلا در شرایط آیدی ما داشته باشه، آیدی ما امو آیدی می باشه، مثلا ترینینگ های ما امو ترینینگ ها هست، با هر پکیج که شما می آیین، منتها فرق صرف تفاوتش در این دمو چی ما هست، دمو مفاد ما هست. وقتی که مفاد درک می کنیم خلاص، این ماستیم که شما رو راهنمایی می کنیم. اگر شما می خواهید که از تجارب ما استفاده کنین، ما در خدمت هستیم، ما بر شما میگیم که چی کار باید بکنین خوبتر. ما خودم شخصا معلومدار که شما هم همتر هستین، صادقانه برشان میگم، از امی صفر تا صد برش میگم که یعنی این مهم نیست. سرمایه گذاری بلند از این که مفادش بر ما نیست، تنها مفادش بر خودتان و کدام دلایلشان میگم، همه موارد بر از اونا تشریح میکنم، مخصوصا حال که یک ذره تجربه پیدا کردیم خوبتر و واضحتر برشان تشریح میکنم. بنابراین سوال شما همی بود که سرمایه گذاری، بله ها سرمایه گذاری ضرور است و در هر بزنسی که ما خواسته باشیم سرمایه گذاری میکنیم،
و درآمد کی بزنس داره حتما سوالای بعدی تان است. من نمیخوام که زیاد آیا از قربان شما. خیلی هم ممنون، متشکر رنا جان، خیلی قشنگ توضیح دادین، خیلی عالی. همونطور که رنا جان گفتن از بین 3000 تا 13000 دلار در این بیزینس میتونید سرمایه گذاری کنید که پکیج های مختلف هست. و ما اگر نگاه بکنیم نسبت به بیزینس های آفلاین دیگه، اگر شما بخواید هر بیزینسی رو در هر جایی بخواید بذارید، ببینید چقدر باید سرمایه گذاری کنید برای یک سوپرمارکت، برای یک رستوران، برای هر چیزی که بخواید شما اینجا بخرین باید چقدر سرمایه گذاری کنید، باید این پلوی بگیرید. ما نیاز به ما کار ما یک کار حضور فیزیکی نیست. شما میتونید کار رو به صورت آنلاین اینجا انجام بدید، اصلا نیاز به حضور فیزیکی شما نداره، ولی شما برای یک کار آفلاین باید ایمپلوی بگیرید، باید پیرول بدید، پول آب و برق بدید، پول جا بدید، یه عالمه برش های دیگه هست که واقعا اون هزینه‌ای که شما از رستوران به دست میارید اصلا نمیتونید پسنداز کنید. همه رو باید خرج خود رستوران بکنید یا هر جایی که شما به صورت آفلاین داشته باشید. آنیم جانو بسمت ببخشین دمی صحیح مطور خلاصه میگم که هیچ وقت مقایسه کده نمیتونیم ای بزنس ها با بزنس های آنلاین دیگه، ای بزنس ها با بزنس های آفلاین. یعنی هیچ وقت نمیتونیم مقایسه کنیم که تفاوتی بزنس با بزنس های دیگه بسیار زیاد است، از هر لحاظ، از مخصوصا از لحاظ زمان و از لحاظ مکان. خودم شخصا واقعا که ما تجربه شکدیم، مثلا که من نبودم در خانه، دمی خدا غم دور داشته باشه از همه دوستا و عزیزا، ما می مدت که در امرای فامیل بودم مثلا تا هیچ وقت نگذاشتم مگر بزنس ما در غیاب ما کار میکرد و دستاوردم بسیار خوب الحمدلله داشتم. خب چطور میتونیم مقایسه کنیم با دیگه بزنس ها؟ باید باشیم، باید انجام بدیم یک کار، مگر این بزنس شرایط را بر ما مهیا میکنه که امی وبسایت های ما که اتوماتیک است خودش کار میکنه بر ما، وقتی که یک اد می داشته باشیم، یک اعلان می داشته باشیم، رنش میکنیم خودش کار میکنه، ولو که ما مصروف هستیم، مشکل در فامیل داریم یا خوشی در فامیل داریم که خداوند نصیب کنه، بزنس ما کار میکنه. از این لحاظ ما به هیچ وجه نمیتونیم مقایسه کنیم با دیگه بزنس ها. دقیقا همین چیزی که رنا جان گفتن، واقعا نمیشه مقایسه کرد. و اگر شما مریض باشید نمیتونید برید، ولی توی کار ما مریضم که باشین، الان اگر ما الان اینجا اینترویو داشته باشیم مریضم باشیم میتونیم بیایم اینترویومون انجام بدیم، ولی اگر بخوایم بریم کار آفلاین خب باید انتقال بدیم به دیگران، نمیتونیم بریم اونجا، باید حضور فیزیکی داشته باشیم. یعنی واقعا این بیزینس از هر لحاظی که نگاه کنید واقعا فواید داره، سود داره و مزایا داره. سوریا جان شما میشه در مورد پنشن این بیزینس بگین و یه مقدارم در مورد مالیات؟ حتما حتما. توی این بیزینس همون جور که من اول گفتم و یکی از دلایل انتخاب من هم بود، افراد بعد از 3 تا 5 سال فعالیت میتونن به یک درآمد بازنشستگی برسن که این درآمد بازنشستگی تقریبا معادل 5000 دلار هست و تا آخر برای اونها ادامه داره، ماهیانه 5000 دلار دریافت میکنن به غیر از اون درآمد آمدی که به خاطر کارشون دریافت میکنن، که خب این تو کمتر بیزینسی دیده شده. در مورد تکس، ما چون به صورت آنلاین داریم کار میکنیم، پایان سال باید از درآمد خالصی که از این بیزینس داریم مالیات پرداخت بکنیم.
به چه صورت؟ به این صورت که ما همه کامیشن هایی که دریافت می کنیم رو، که حالا بعد راجع به میزان کامیشن ها اگر که خواستین صحبت می کنیم، ولی همه این کامیشن هایی که دریافت می کنیم و جزء درآمد ما هست توی این بیزینس رو با هم جمع می کنیم پایان سال و تمام هزینه ها رو هم حساب می کنیم، از درآمد ها کسر می کنیم و مالیات اون رو پرداخت می کنیم. و نکته بسیار خوب توی بیزینس ما این هست که چون ما از خونه کار میکنیم، در حقیقت خونه آفیس ما حساب میشه. بنابراین یک مقدار از هزینه هایی که بابت اجاره خونه هست، سودی که بابت مورگیج ممکنه پرداخت بکنیم، چون خیلی ها خونه رو با مورگیج خریداری کردن، اینها میتونه جزء هزینه ها حساب بشه و از درآمد کسر بشه. یه مقداری از هزینه هایی که بابت بیل پرداخت میکنیم، آب، برق، کانسیل تکس، اینترنت، همون وای فایی که برای خونه داریم، وسایلی که مصرف میکنیم مثل همون میز و صندلی، همه اون چیزایی که ممکنه توی یک آفیس مصرف بشه، اینها میتونه جزء هزینه های بیزینس حساب بشه، کسر بشه. غیر از اون یک درصدی از هزینه سوخت ماشین وقتی که مصرف میشه، چون ما میتونیم عنوان کنیم که به خاطر بیزینسمون داریم یه جایی رو میریم، حتی هزینه مسافرت هایی که میریم و توی اون بعضی هاش به خاطر بیزینس یا داریم ویدیوهای تبلیغاتی درست میکنیم، این رو میتونیم هزینه هاش رو کلیم بکنیم. بابت یک سری از لباس ها، وسایلی که استفاده میکنیم، چون به هر حال میگیم که ما میخوایم با کلاینت روبرو بشیم، میخوایم که به سر و وضعمون برسیم، این هم از درآمد کسب میشه. و بنابراین خیلی میتونیم ما هزینه های مختلفی که توی بیزینس های دیگه نمیتونیم کلیم کنیم رو اینجا کلیم بکنیم، از درآمد کم بکنیم و تکسش رو پرداخت بکنیم. و خوبیه این هم این هست که برخلاف شغل هایی که استخدامی هست و هر ماه دارن این مالیات رو، این تکس رو کم میکنن، ما اینجور نیست، ما این پول رو میذاریم داخل جیبمون، درآمد رو، و آخر سال هزینه ها رو کم میکنیم و این مالیات رو پرداخت میکنیم. در مورد فن نمیدونم فرصت داریم در مورد بله بفرمایید. اینم بگم چون خیلی از افراد سوال میکنن که درآمدها به چه صورت است. عزیزان، درآمدها بسته به این داره که شما چه رنگی توی این بیزینس داشته باشین، که خب این هم بر اساس فعالیت و تجربه و کاری که شما انجام میدید، و همین که چه مقدار سیل انجام بدید. اعدادش متفاوت هست، ولی از کمترین میزان اون که یه فردی که تازه وارد بیزینس میشه و کوچکترین سیل رو انجام میده، بین $200 تا بالاترین مرحله $4,000 بابت هر سیل میتونه داشته باشه هر شخصی. پس بین تقریبا $200 تا $4,000 بابت هر سیلی. و خب هر شخصی میتونه توی ماه بر اساس میزان فعالیتی که داره یه سیل انجام بده یا چندین سیل. ممکنه تو یک ماه اصلا فروشی نداشته باشه، توی ماه دیگه چندین ماه چندین فروش داشته باشه. یعنی بر اساس میزان فعالیت شما و بر اساس اینکه چه مقدار فروش داشته باشین و چه مقدار از شروع فعالیت شما گذشته باشه، این میزان کامیشن ها و درآمد ها متفاوته. ولی اون چیزی که هست، این درآمد ها سیر صعودی داره، همیشه بیشتر میشه، برخلاف یه سری از بیزینس ها که ممکنه درآمد ها ثابت بمونه یا بسته به فعالیت افراد دیگه درآمد شما کم بشه. تو این بیزینس حتما درآمد سیر صعودی داره، مثل شاخه های یه درخت رشد میکنه و گسترده میشه و انشاءالله نتایج خوبی هم داره برای همگی. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، خیلی کامل توضیح دادین سریا جان. واقعا این موقعیت اینترنتی پتانسیل درآمدزایی بالایی داره، برای همین هست که خیلی ها بعد از یک سال کارشون رو کویت میکنن، به خاطر همین کامیشن دهی هست که این شرکت داره. رنو جان، میشه شما به ما بگین که افرادی که میخوان وارد این بیزینس بشن باید چه مراحلی رو طی کنن و دوره آزمایشی چرا دوره مهمی هست برای افراد؟ صداتون ببخشین دوست ما آقای سادات با سوال کردن که گفتن که میتونین ضمانت امی پولی که با می پردازیم چی هست. میتونم برشان بگویم ضمانتی امی پول امی است که ماها لایف میاییم و در مورد یک بزنس قانونی که تکس می پردازیم صحبت می کنیم. بسیار راحت با دل جمع می آییم یک چیز قانونی را صحبت می کنیم. وقت
وقتی که یک بزنس که قانونی باشه، وقتی که بزنس باشه که ما راحت میتونیم، 2 سال میشه ما در سوشال میدیا فعال هستم و در مورد می بزنس تبلیغ میکنم، راحت اولاددار هستم، خانه دارم، مارگیج میتونم، همه چیز بسیار راحت. و در یک کشوری که هستیم قانون حرف اول خود میزنه، می خودش ضمانت تذیره میکنه که ما داریم یک چیز قانونی رو بر شما میگیم و 100% تضمین تذیره میکنیم که شما پولی که میپردازین، مخصوصا دوره ترایل که میایین شما پول میپردازین، وقتی ما میگیم اگه دوست داشتین شروع میکنین، نداشتین پس پولتان میگیرین، ضمانت میکنیم که بله شما میتونین که در ظرف 1 ماه اگر شما آمدین دیدین خوشتان نامد مثلا به هر دلیلی که باشه و نمیخواییم شروع کنین، پولتان گرفته میتونین. و در ایسی سرمایه گذاری برتان بگیم که سرمایه گذاری میکنین، یک علم یاد میگیرین، صاحب یک آیدی همیشه میشین. من دمی رنگ که هستم، دمی درجه که هستم الحمدلله، اگر من و دختر خود ترانسفر کنم این بزنس ها و یا با سر خود از امی رنگ شروع میکنه، خب یک علم است بر ما امی داده شده، تریننگ ها هست بر ما آپدیت شده، برای همیشه امرای ما هست دمی آیدی ما. خب دختر ما میتونه که امی کار پیش ببره یا پسر ما میتونه وقتی که 18 سالش پوره شده. بناهن از لحاظ زمانت اصلا تشویش نکنین که هر یک نصیحت میخواییم بگویم بر شما بشنوین، صادقانه برتان میگم هر بزنسی را که شروع میکنین که شامل تکستان بود صحیح است، هر کار را که شروع میکنین شامل تکستان بود شروع کنین. لطفا بزنس های دیگره که شامل تکس نباشه که هستن، اما ترکارا هست که واقعا سکم است و شما را گول میزنه و پولتان از دست میتین، انرژی تان و روحیه تان همه چیزه. ما که میاییم برتان میگیم از همه چیز ضمانت برتان میکنیم. خب با آمدیم مراحل برتان میگم که قبلا هم گفتم اسم و ایمیلتان برای هر عزیز ما که میفرستین ما راجستر میکنیم و یا خودتان میرین در صفحات ما، وبسایت های ما هست، وبسایت ما را نوشته کنین. اگر شما در گوگل اسم ما را نوشته کنین، شاید تمام پلتفرمایی که ما درش فعالیت دارم میبرایه کلش، و همچنان از ماندانا جانا و همچنان از سرای جانا شما میتونین اسم و ایمیلتان وارد کنین. یگانه چیزی که ما خودم میخوایم در مسنجر برام پیام بنین، راحت تر هستم که براتون بگویم، توضیح بتوم. اگر دوست دارین اونا شروع میکنین و اگر ندارین هیچ فرق نمیکنه. خوشحال هستم که حداقل مو سوال شما را حل میکنم، امیام برای من سکون میده. بنان اسم و ایمیلتان وارد میکنین، وبینارا را یکی دو تایش میبینین، ویدیوهایی که برتان ارسال میشه اورا میبینین. قدم بعدی از امی گروه ترایال است که در اونجا چیکار میشه. وقتی که شما $149 تانه میپردازین، بر شما یک پکیج از معلومات میایه، تریننگ ها نیست، معلومات میایه که بزنس برتان از 0 تا 100 تشریح میشه، نحوه سرمایه گذاری، نحوه درآمدزایی و چی کارا میکنیم، همه ازی بر شما تشریح میشه. و در ضمن ماها را میتونین ببینین در مو گروپ خصوصی ما که شما اینوایت میشین، میتونین ببینین، سرچ کنین، ببینین که میرانای در 2 ساله که میگه من 2 سال میشه که نزدیک، یعنی یک چند روز مانده که 2 سالی من تجلیل کنم بخیر، ببینین که ما از کجا به کجا رسیدیم، از 0 تا الحمدلله تا این درجه که رسیدیم خداوند راضی هستم و امیدوار هستم که به بلندترین ها برسیم. تک تک ما به مو اهدافی که شروع میکنیم برسیم. من یک چیز براتون میگم، وقتی که تازه میخواستم بزنس شروع کنم، چون هیچ از افغانای ما رو نمیشناختم، صرف 2-3 نفر بودن که اونا رو نمیشناختم و بسیار نو بود و من هیچ فعالیت نداشتم، بنان مادرم برام گفت که بچیم دعا کو اگر این بزنس برات خیر و برکت در زندگیت میاره، انشالله و رحمان که شوام من هم برای دعا میکنم، و اگر نمیایه که از پیشت امو لحن مادرم از پیشت بد شوام، خداوند هیچ دیگه درگیری از این نکنه. و عینش دعا را به
تک تک افراد که بر من ایمیل میته، مخصوصا که دوره ترایل می عین دوباره برش میکنم، میگم اگه بخیرت باشه خداوند بکنم این کارا، بیای خودت بزنس آنر باشی و اگر نباشه هیچ نشه که خوب است دیگه. اینی تمام مراحلش است که خودتان انتخاب میکنین که سرمایه گذاری میکنین نمیکنین، در کدام پکیج میایین، و اگر نمیکنین 100% ریفند میگیرین پولتان. اینی شیوه کال آمدن به ای بزنس است. خیلی ممنون رنا جان، چقدر قشنگ، چقدر دلنشین توضیح دادین. ممنونم، انشالله که این اطلاعات مورد استفاده بینندگان قرار بگیره در این لایف، و ما اینقدر این بیزینس مزایا داره و اینقدر خوبی ها داره که برای شما توضیح بدیم، ولی در این الان فکر کنم 35 دقیقه هست که ما داریم صحبت میکنیم، و انشالله توی لایف های بعدی باز مزایای دیگر این بیزینس رو براتون توضیح میدیم و اطلاعات رو به شما میرسونیم، چون کار ما اطلاع رسانی هست. و خیلی خوشحال شدم، ممنونم از شما ثریا جان، ممنونم از شما رنا جان، و ممنونم از بینندگان عزیز که لایو ما رو دیدن. تا دیدار بعد. شما صحبتی ندارین رنا جان، ثریا جان؟ قربان شما، سلامت باشین. تشکر، بسیار زیاد تشکر که انوایت کردین، و تشکر از ثریا جان عزیزم. وقت خوش برای همه عزیزا، کامیاب و موفق باشین. قربان شما، نگهدار، خدا نگهدار.